خانم ها، آقایان، جناب رئیس، ما در کشورمون ما در کشورمون شخصیتی رو داریم که در داخل کشور بهش بیشتر نیاز داریم، آقای دکتر احمدی نژاد. شما چرا میخواید با توییت ها ملت امریکا رو از بدبختی نجات بدی؟ آیا ملت خودت بهت نیاز ندارن؟ مگر زبان شیرین پارسی چه بدی به حق شما کرده بود که شما به انگلیسی گرویدی؟ برگرد مرد، به خودت بیا. مگر اصفهانی ها ما نداریم؟ مگر افتخاری ها ما نداریم؟ شفره ها چرا به نیپسی هتل و چی بود تو کپاک توپاک اینا چرا به اونها پرداختی؟ مگر ما به اینها نیاز نداریم؟ مگر شفره ها رو تو فراموش کردی؟ ببین هموطنانت برای تو توییت کرد. فرنود فرودی، فرنود، تو گرچه به شبکه دو نیامدی دیگر، ولی ما هنوز من خبر دارم که تو همچنان ماشین لباس شور خودت روشن میکنی. توییت کردی احمدی نژاد در باره مرگ رپر امریکایی نیمسی حاصل توییت کرده و آخرش هم یک بیت از توپاک شکور نوشته. از این خارجه اکوادور بیا ببینم، بیا برو ببینم کی اون باشه صحبت بکنی. بنده باید بفهم که برگرد خانم، برگرد این که رئیس جمهور کرواسی الهی بمیرم بنام من بعدا want to go بله. بهروز خان هم نوشته از دو نفر هیچ وقت نمیگذرم، یکی اونی که به احمدی نژاد انگلیسی یاد داد، یکی همونی که پرویز پرستی رو با اینستاگرام آشنا کرد. احسن بدون صد خالی گفته فکرشم نمی‌کردم یه روزی بیدار شم و به خاطر توییت احمدی نژاد توپاک گوش بدم. یه روزی هم بیدار شدیم به خاطر سخنرانی احمدی نژاد گلگونه ها رو گوش دادیم. برای این دلیل هست که نداره که بعدش هم شما صدی؟ مگه چند تا شما تو خونه هزارگان هم دارید؟ بعد به نظر من صد تا زیاد حساب کردن با شما. من خودم 60 مثل شهرستان دادم. خدا وکیلی نه اینجور جاها داری اضافه کاری میکنی. صد زیاد آقا، اگر اینجوری میخواید حساب بکنید من دیگه نمیام. رئیس جمهور کرواسی want to go to see you again. Yes please. Yes. در واقع عکس از یک گردالی این چند وقته منتشر شده و دست به دست میشه تحت نام عنوان سیاه چاله. من نمیم شماره 15 بشین سر جد میذارم شلو پلت میکنم و تحت عنوان سیاه چاله. من نمیدونم این درسته غلطه، برصورت ناساه دیگه، ناسا هم که مرجع علمی نیستش، اصلا صراحت علمی هم نداره. بنده کاملا این رو در واقع تصریح میکنم به عنوان یک مرجع علمی. و خب بالاخره این دست به دست داره میشه و شما هم که الاف بیکار همجوری هرتکی تا یه عکسی چیز میبینید زرت میاد توییت میکنید. در همین رابطه بعضی از شما الافای توییتری عزیزم توییت کردید، مثلا عذرانیل بیفور یورکینگ گفته من که تا حسینی بای نره وسط این گزارش تهیه کنه باورم نمیشه سیاه چاله باشه. ببین حسین جان، منم خودم تا قبل از اینکه اصلا حسینی بای نره وسط اونها باورم نمیشد اون سیل باشه. اصلا لامصب شده متر و معیار باورهای ما. حرفت کاملا درسته. نازنینا نوشته که دختر همسن من تونسته از سیاه‌چاله عکس بگیره، اون وقت من هنوز نتونستم از خودم یه عکس با زاویه مناسب بگیرم. بچه شدی دومی ها ثبت نام کنید کلاس های عکاسی استاد جاجو. بشه تابی کیلومتر 20 جاده ساوه باغ گل ها تجیب بیارید. در واقع باغ هم داریم صفا میکنید. بله امیروف یه عکسی گذاشته، اینم نوشته داستان سیاه چاله. خب
خدا رو شکر ببینید همونجوری ببینید سیاه‌چاله گردالی هستش. اگر سیاه‌چاله شبیه دسته بیل بود اون وقت باید الان خون گریه می‌کرد. کافیه شوخی خنده بس شماره 35 میام اونجا اونجوری که شایسته بایسته زده بد می‌کنه. بشین آروم باش. بله. عرض به حضور شما که هومو گاسترونومر او هم توییت کرده خبر خوب اینه که بالاخره عکس سیاه‌چاله رو دیدیم. خبر بد اینه که با توجه به رنگش انگار توش رب زدن. ایرادش چیه؟ خب بالاخره اون شله زرد میخورد، اگر شله زرد میخورد دورش زرد میشد، گوجه سبز میخورد دورش سبز میشد، حالا مثلا رب خورده دورش قرمز شده. چهار روز دیگه هم باش صحبت میکنیم میره فسنجون میخوره کلا فضا رو شما قهوه‌ای میکنه. زیباتر نیست؟ بهتر نیست؟ بله. ایلیام توییت کرده یه عکسی گذاشته نوشته تصویر دیگری از سیاه‌چاله ها. بله واقعا قبلا زندگی ها ساده تر بود، زیباتر بود. شما با یک آفتابه مسی ساده میرفتی همینجوری اجرام آسمانی میدیدی، همینجوری برای خودت اون پایین نگاه میکردی سیاه‌چاله رو میدیدی. چقدر زیباتر از این نیازی هم به این سوزول فوفول بازی ها ما نداشیم. ناسا پاسا این حرفا نمندی اصلا. امین حسین بگیر دادش، بگیر تصویر رو بگیر. ببینید من این سریال رو ندیده بودم. خیلی از دوستان کارشناسان عزیز گفتن استاد جاجو شما با عنوان کارشناس مسائل سینما بیاید این سریال رو ببینید. ببینید انصافا سریال بدی نساختم ولی در مقایسه با دلنوازان خودمون خیلی مطلب سو سو هستش. زحمتش کل خودشون کشیدن سریال بدی هم نیست دا. ولی خب بالاخره برای بچه ها میشینن صحبت میکنن میگن خداوکیلی دلنوازان خودمون بهتر هستش. حتی بازی شاروخ استخری با جانستو رو مقایسه میکنن که من به نظرم محلی از اعراب نداره. اصلا جانستو کجای مطلب هستش؟ ولی خب اجازه بدید بین کارشناسان اختلاف نظرهایی هم وجود داشته باشه. در همین مورد یه سریاتون توییت کردین، مثلا کنسولا دوتراکی در مورد گات گفته از هر کی میپرسی داره گات مرور میکنه که واسه فصل آخر آماده باشه. کنکور مگه لامصبا؟ حالا کسی جزوه مزوه نداره به ما بده؟ عزیزم بنده خودم جزوه دارم، جزوه رو کامل دقیق نوشتم با چهار رنگ، با چهار مداد رنگی. جزوه بنده ساعت اداریان تشریف میارید، بابا اینا نیستن، خوب میتونم به شما رسیدگی کنم. بله بزمجم توییت کرده من اون اوائل فکر میکردم گات یعنی گروه آموزشی توکلی. کافیه شوخی خنده. ببین شماره 35 دو بار تو حالا من به تذکر دارم، دفعه بعدی میام با هم صحبت میکنیم حساب کار دستت بیاده. بله آقای سی نوشته متاسفانه خوشحالیم از اومدن گیم آف ترونز بیشتر از سال تحویله. عزیزم آقای سی خوب بودی ولی با عشق عرض شود که کمکس هم یه عکسی گذاشته نوشته وقتی کل توییتر شده صحبت در مورد گاد ولی من حتی یه قسمتشو هم ندیدم. حالا توییت کرده این اوج بیشعوری تونم نشون میده که یه فیلمی میاد میبینید و زرتی اسپویل میکنید و نمیذارید ما اونو اسپویل کنیم. ببخشید اسپویل چی هستش؟ ما درسمون نرسیدن اینجا. بله؟ آه ببینید من برای بچه هم اینجا نمیدونم اسپویل، من نمیدونم اسپویل چی هستش ولی نکنه دیگه اسپویل نکنید. بچه ها بعدشون میاد همه دارن تو این فضای توییتر میگن اسپویل نکنید. منم اسپویل نمیکنم. من گرچه نمیدونم اسپویل چیه ولی حس میکنم هر کسی تو زندگیش یه دونه اسپویل داره. من خودمو پیدا خواهم کرد، جلسه بعدی توییچر به شما نشون خواهم داد. بله عرض به حضورتون که امین نوشته اگه میخواید اسپویل کنید من قسمت یک فصل یک رو هنوز ندیدم، از اونجا شروع کنید. خیلی بیمزه بود دفعه بعدی نبینم. اگه اینجوری میخوای یه نفر دیگه توییت نکن. بله فران هم گفته این دختره شاسکول گاتو اسپویل کرده، رئیسم 200 تومن جریمهش کرده، نهار گرفتیم با اون پول. آقا اون اسپویل که گفتم مثل اینکه 200 مایشه. آقا کنسل پروژه، اسپویل کنید، اسپویل کنید 200 مایشه. هر شبات که گیتوزو هم نوشته وقتی بچت نمیذاره فصل آخر گیم آف ترونز رو ببینی. البته به نظر من این بیشتر تبلیغه، یعنی تبلیغاته.
آقا برای چی دیگه اینو شما داری سانسور میکنید عزیز من؟ آقا من مردم باید اطلاع داشته باشن، مخاطبان تویچر اطلاع نداشته باشن. من حرف نزنم، میخوام 2000 تو این برنامه گیرشون بیاد. اگه اینجوری میخواید بکنید، اصلا من میرم ناهارمو میخورم، گشنم شده، خستم شدم، تا تویچر بعدی همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپرم. خدا یار و نگهدار همتون باشه. اسپبیل مسپبیل هم در قدیل بعدی برای من ادسان جاجیو در واقع برای من دایره کنی ببینم چه خبره. خدا یار و نگهدار همه تون بدید. قربونتون برم من. به خدا الان میام اونجا حسابش رو تصدیر کنم. به خدا خستم کرد جان. میام الان میام.